مهرزاد زارعی از اعضای خانواده دادخواه پرواز 752 از تورنتو با ما هستند. آقای زارعی، ممنون که ما رو همراهی میکنید. صدور این ابلاغیه رو میشه نشانه فعالتر شدن دولت کانادا در قبال پرونده ساقط شدن آمدانه پرواز PS752 دونست؟ من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. بله، همینطور که میدونیم با صادر شدن این حکم توسط دادگاه عالی اونتاریو بر اساس عمل آمدانه و تروریستی بودن در آن زمان، میبینیم که گامی به سمت جلو خواهد بود که تنها مرجعی که این عمل رو عمل تروریستی و آمدانه قرار داده دادگاه عالی اونتاریو هستش، که اینجا دولت کانادا بایستی از این حکم تبعیت کنه و به درخواست ما سفارت 4 ساختمان جمهوری اسلامی در اتاوا و 1 حساب بانکی که قبلا از ایران در دادگاه کانادا شکایت کرده بودیم اون رو مصادره بکنیم. آقای زارعی، در ادامه مسیر دادخواهی گام بعدی شما چیه؟ آیا منتظر چه واکنشی هستین از سوی جمهوری اسلامی؟ جمهوری اسلامی احتمالاً سکوت میکنه، همینطور که قبلا دیدیم از زمانی که این شکایت علیه جمهوری اسلامی گذاشته شده سکوت کرده و میدونه که هر گونه حرکتی بخواد بکنه واسهش هزینه سنگینی رو خواهد داشت. این حکم در ابعاد بین المللی برای جمهوری اسلامی مشکلات زیادی رو خواهد داشت. ما توسط این حکم اموال جمهوری اسلامی و کشتی های نفتی رو که از جمهوری اسلامی به کشورهای ونزوئلا یا دیگر جاها ارسال میشوند رو راحت نخواهیم گذاشت و سعی میکنیم با توقیف این اموال قدمی به سوی دادخواهی برداشته شود. آقای زارعی، این حکم چقدر ضمانت اجرایی داره؟ اینکه خانواده جانباختگان PS752 میتونن در عمل اموال جمهوری اسلامی رو بلوکه کنند؟ 100%. این حکم بدون شک توسط دادگاه عالی اونتاریو صادر شده و دارای ارزش قضایی بسیار زیادی هستش. امروز میبینیم که بر اساس همین حکم فوتبال بین جمهوری اسلامی و کانادا که قرار بود بازی بشه به استناد بر این حکم کنسل میشه و استناد بر این حکم میبینیم که اموال جمهوری اسلامی در کانادا در حال توقیف شدن هستش. اینه که از لحاظ قانونی و ارزش دارای ارزش و بسیار بالایی هستش و که جمهوری اسلامی رو مورد چلنج بسیار زیادی قرار خواهد داد و ما به دنبال این هستیم که در این مسیر قدم‌هایی رو در مسیر دادخواهی خانواده‌هامون برداریم.